درود و سلام بر دوستان عزیز، بر ایرانگریان عزیز. امیدوارم هر جا هستید تندرست باشید و امیدوارم حوصله داشته باشید این سخنان رو بشنوید. میخوام در مورد روابط ایران روسیه صحبت کنم در 300 سال اخیر و اینکه چگونه باید باشد، چگونه بود. قبل از آغاز درود میفرستم بر سرزمین مقدس و سپند آریایی ایران زمین، از چند هزار کیلومتر ایرانم خوارنا یا زمیت فر ایران و مقدس را می ستاییم و قبله ما، کعبه ما، ایران ما سلام میفرستم، درود میفرستم. امیدوارم بچه های ایران، آنها که در داخل ایران هستند، قدر ایران رو بدونن و همونطور که گفتم نسبت به اون بدبختایی که رفتن خارج و خارج هستن حس ترحم و دلسوزی داشته باشن، نه حس حسرت. در مورد جنگ ایران روسیه، چون که فرماندهان سپاه توی برنامه اخیراً هست به نام قرن 14، برنامه حرف جالبی میزنن سرداران سپاه، سردار سپاهی که من یاد سربازان هخامنشی میندازه با اون ریش های جولیده ای که داشتن اول انقلاب، چه لباس خوشگلی دارن، مثلا لباس سبز سیر شبیه همین جنرال های ارتش مازی هست و اینا. قراره که اراده الهی برای اینا هستش که اینا بر جهان تسلط پیدا خواهند کرد. روس ها هم نژاد ما هم توران هستند، بسیار واژگان زبانی شبیه هم داریم، مثل ما در ایران و باستان بغ، بغ یعنی خدا دیگه، اونا میگن خدا رو هر روز میگن مثلا باگو، خیلی واژه زیادی هست، مثلا که ما میگیم سپاس، اونا میگن اسپاسیبا، یا مثلا ازنایو از دانستان میاد که تو زبان کردی هم هست، به سطح کلمه دیگه از نظر زبان شناسی ما رو به روسا نزدیک میکنه. و عقیدتی ما ایرانی ها سکه های جنوب بودیم، اونها سکه های شمال بودن، اسکیت هم گفته میشه و در اواخر عباس دوره صفوی اسمی از روسا در تاریخ شنیده میشه، گای به سواحل جنوبی دریای مازندران یورش میبردن، نادرشاه یه بار اینا رو تنبیه کرد. کم کم اون موقع داشتن دیگه رشد پیدا میکردن روس ها، نامه از اونها شنیده میشه و طوری که به انقدر بزرگ شدن هم برای تهدید برای اروپا شدن و خیلی کشورهای دیگه، بزرگترین کشور دنیا شدن. همچنان وقتی شوروی شدن 26 میلیون کیلومتر مربع بودن، الان 17 میلیون کیلومتر مربع فقط روسیه هست. روز آلاسکا هم که بونه موقع تزار احمق داد به آمریکایی‌ها و الان هم اگه اراده بکنن دوستت میتونن اون جمهوری هایی که جدا شده پس بگیرن و بیشتر از اون رو. ایران هم که دیدیم که تا قزوین و تهران اونجا رو پس گرفتن و خودشون برگشتن رفتن عقب. و جنگ های ایران و قاجار یه ذهنیت بدی بین ما و روس ها ایجاد کرد و البته تقصیر ریشه ای بوده، تقصیر این بود از دوره ساسانیان، پادشاهان زرتشتی و دوره ساسانی ها چه خرمذهبی بودن و ارمنستانی ها اون دین تحمیلی که ساسانیان همه جا تحکیم و تحمیل کرده بودن نپذیرفتن، همچنان بر دین اشکانیان بودند، نرپرست بودند که بعد مسیحی شدن. اگر ساسانیان نمی آمدن شاید ایران امروز کشور مسیحی بود، چون که اشکانیان مهرپرست بودن و میترائیس اساس دین مسیحیت بود و خیلی هم رابطشون با ارمنی ها خوب بودن. تا زمان که اشکانیان بودن ارمنستان همیشه جزء ایران بود و ساسانیان که آمدن همه رو به زور میخواستن زرتشتی کنن و ارمنستانی ها پناه بردن به امپراتوری روم و بیشتر وقت از امپراتوری روم بود. جنگ های خونینی هم شد بین ایران ارمنستان و روم سر قضیه ارمنستان که این تاریخ در تاریخ ادامه پیدا کرد. دلیل همین دلیل و همین ریشه
ادامه پیدا کرد. زرتشت هم که دور اشکانیان شناخته شده بود ولی دین نبود. دین موقع زرتشت به صد دین در اومد، در لباس دین در دور ساسانیان. تا قبل از اون به عنوان یک فرزانه و یک خردمند که ظهور کرده بود و عقایدی آورده بود شناخته شده بود، ولی دین زرتشتی وجود نداشت، بلکه همون دین ایران باستان بود، دین مهر و ماه و ناهید بود، همون کیش مهر بود، اسمش میذارم دین کیش ایران باستان، خیلی بیشتر دوست دارم نسبت به دین زرتشتی، اون دین بیشتر دوست دارم. و اگر بخوام دین انتخاب کنم، کیش انتخاب کنم، کیش ایران باستان رو ترجیح میدم. بله، خلاصه این زرتشتی های ساسانی ارمنی ها رو اذیت میکردن، گرجی ها رو اذیت میکردن، بعدش هم اسدالدین پادشاه های صفویه، اونا هم خرمذهبی بودن، خیلی کشتار کردن، بعد حسن اوزون و اونا هم بودغل صفویه هم همینطور. بعد شاهان قاجار هم که دیدی که رفتن که اونجا یک کوه از چشم در آورده بودن، یعنی جنایاتی که یعنی ما باید مردم ارمنستان به خاطر نسل‌کشی پوزش بخوایم. ما کردها که در نسل‌کشی 1915 با ترکا شریک بودن و ترکا باید از ارمنیا و گرجیا پوزش بخوایم به خاطر این نسل‌کشی که انجام شد اونجا. وحشی بودن این پادشاه. هر وقت همطور که گفتم شنبول مبارک راست میشد، حواس زنهای خوشگل گرجستان و ارمنستان و قفقاز جهاد میدادن که برن اونجا در واقع میخ اسلام رو بکوبن. همین دلیلی که ما عربا رو نکوهش میکنیم، برای زنهای ایرانی حمله کردن به ایران. خب پادشاه ایرانی رو هم که حمله میکردن خیلیشون عقب مونده بودن و نکوهش کرد. میخوام بگم که مقصر جنگ قفقاز و جدایی بخش شمالی پادشاهان احمقی همچون پادشاهان صفوی آقا محمد خان و اینا بودن. رفتن اونجا به عنوان بردگیری می آوردن اینا رو. داشتیم خیلی از روستای گرجینشین داریم ما هنوز تو ایران، خیلی زیاد به اون برده میگرفتن، اینا رو می آوردن و اونا دیگه آسی شده بودن دیگه واقعا. و از روسا که هم دینشون بودن ارتدوکس بودن درخواست کمک کردن. و روسا واقعا تو این منطقه قصد کشورگشایی نداشتن، بلکه پوشش و حمایت اومدن از گرجی ها و ارمنی ها به عنوان حمایت اومدن. ولی ما همین الان میبینیم که ترکیه چه کار میکنه، سریع ترک بازی در میاره، دین بازی در میاره. چیزی که مهم نیست واسه شون انسانیته، نمیگن انسانیت مهمتر از اسلامیته، همیشه انسان اصله. و خلاصه اونا از دست کشتارا خسته شدن، از روسا کمک خواستن و روس هم جواب دادن و به اونا کمک کردن. و ما در جنگ ترکمنچای بازی حماقت دیگه کردیم، بدون اینکه اصلا قدرت سنجی کنیم، موقعیت سنجی کنیم. صرف یه فتوا دوباره رفت بخش وسیع دیگه از افغاز دست دادیم، در حالی که همون موقع ما میتونستیم با سیاستی که الان با روسیه داریم میتونستیم افغاز و ایران روسیه مشترکاً مدیریت کنن، چیزی که الان داره اتفاق میفته. و هم ترکا چشم داشتن همیشه به قفقاز، هنوز هم دارن. ترکات و چچن رو چشم دارن هنوز. دیدم این دوست گرامی این آقای امید دانا بارها چند بار در جوهر دادایف صحبت کرد که ایران دوست داشت، میخواست به ایران به پیوند. این همه حرفه بابا. جوهر دادایف رئیس جمهور چچن اصلا پان ترک بود. اون حرفایی که بهش منتسب میکنن در مورد ایران و پیوستن به ایران همه جعلیه، هیچ سندی نداره. و نمیدونم کیا این حرف رو درست میکنند به اسم این اون. اتفاقا دودایف تر تاثیر عربستان بود و ترکیه همون موقع، و ایران سیاست درستی داشت که از جوهر دودایف حمایت نکرد اون موقع، و چون هیچ حس ایرانگری نداشت که جوهر دودایف هیچ ربطی نداشت. مثل جمله دیگه هم هست که استرن میگن آیزنهاور گفت بترسید از روزی که ایران روسیه با هم متحد شود و هیچ جای امنی در دنیا برای ما نخواهد بود. اینو من رفتم پیش مستند، هر حرفی که نمیپذیرم که. من تماس گرفتم با بنیاد آیزنهاور، گفتم که زیرو کردم اسنادش رو، اصلا هیچ وقت آیزنهاور این حرفی نزده بود، ولی همه جا پخشه که آیزنهاور این حرف رو زده. اونا به اونا تماس گرفتم، اونا گفتن نه چه سخنرانی متصل با آیزنهاور نیست و چه این حرفی نزده. حالا معلوم نیست کی زده، یه نفر زده حالا از
مشاوری فرمانده این حرف زده که اگر روز ایران روسیه متحد شوند جای امنی نخواهد داد. ولی نقل قول ها باید دقت کرد، خیلی حرف بی خود رو به خیلی نسبت میدن، مثلا به کروش، به زرتوش، به پلان، هر چیز تا مستند دادن باور نکرد نباید بگه. و خلاصه میخوام بگم که این بدنامیه که پادشاهان بسیار مختلف ایران نسبت در منطقه گرجستان و ارمنستان رفتار کردن برادرانه و انسانی رفتار نکردن واقعا. اونا رو باید به زور میخواست، این ایده غلط به زور مسلمان کردن و تاراج ناموس، اینا واقعا کار زشته. اونا حق داشتن برن طرف روسیه از روس ها کمک بخوان. ما اشتباه کردیم دیگه، بعد انسانی رفتار میکردیم در مورد مسیحای قفقاز. خلاصه اونجا ما دلچرکین شدیم که نمیدونم قفقاز دست دادیم، دربند دست دادیم، در حالی که سو پیشینه خودمون رو در نظر نداشتیم در این رفتارها. بعد حالا بعدش هم آمدم تا قزوین و تهران رو گرفتم، برگشتم رفتم، بس شانس آوردیم که اونجا رو ضمیمه نکردن، شمال ایران دیگه رسید. و این داغش همیشه مون، در حالی که مقصر ما بودیم و میتونستیم هم دست ندیم. رسید به دوره قاجار مشروطه. مشروطه انگلیس وارد شد، مشروطه 100% یک انقلاب انگلیسی بود و فراماسونری بود و انگلوفیلای ایران رو انداخته بودن مشروطه رو. نمیدونم آیا هنوز کسی از فخر بکنه به مشروطه. ما هم قدیم ذوق میکردیم که آره ایران جز کشورهای معدود اول و سوم دنیا بود که صاحب مجلس شده، در حالی که این چنین معنی میداد جز اولین کشورهای بود که ایران زیر سلطه رفت با آمدن مجلس، مجلس مشروطه. بعد از اینکه حقایق این فراماسونرا و انگلوفیلا و اینا برام مشخص شد، نظرم اصلا به محمد علی شاه عوض شد. یعنی من اگه دوره محمد علی شاه بودم میرفتم دو سپاه محمد علی شاه. و همینطور شهید فضل الله شیخ نوری، من نظرم بهش بسیار منفی بود، چون که ذهنیت من این بود که میگفتش که یه بند شر باید در قانون اساسی مشروطه باشه. حالا ما آخوندها کاری کردن بعد انقلاب، نام شر رو میشنویم کهیر میزنیم، از شر بدمون میاد دیگه. شر یعنی که شلاق، شر یعنی که دشمنی با شادی، با بعض، با هویت ایرانی. شر چنین معنی شده، یعنی وحشیگری. بخاطر این از شیخ فضل الله نوری خوشم نمیاد. حتی اینکه بعدها ماهیت مشروطه بر من مشخص شد، فهمیدم این شهید بزرگوار در راه ایران کشته شد واقعا. و همینطور لیاخوف روسی، اینجا روسا به ما کمک کرده. میخوام موردهایی از کمک های روسی رو بگم. روسا میدونستن که مشروطه کلا انگلیسیه دیگه. دیدین که به آیت الله بهبهانی و طباطبایی اینا رفتن یک هفته چند روز تو سفارت انگلیس بس نشستن برای پیشبرد انقلاب مشروطه. خلاصه ممدلیشا اینجا حقیقت رو فهمید و لیاخوف روسی هم به توپ بست. به نظر من کار درستی کرد لیاخوف روسی. بعد از محمد رضا شاه که مردم همه میگن خدا بیامرزه، نور به قلبت بباره، فکر کنم دومین نفری که ملت خدا بیامرز میگن بهش لیاخوف روسی باشه تو ایران. چون که مجلس که آمد تزلزل ایجاد شد، اقتدار ایران رفت، هر تک از کشور جدا شد، جاسوسا آمدن، فراماسونرا آمدن و کشور ویران شد دیگه. همچنان هست، اون مصیبت هست. یک مجلس، مجلس خطرناکه، مخصوصا مجلس عوام آمد که اصلا اقتدار رو از ایران بگیره و نفوذی های دشمنان رو و استعمار رو وارد بدن حاکمیت کنه از طریق مجلس. این اصلا تاکتیک جریان استعمار است. مجلس مهره استعماره در همه کشورها برای نفوذ. به خاطر میگم باید مهمانستان داشته باشیم و مجلس عوام بسیار باید محدود بشه به کارهای حوزه‌های صنفی انتخاب، منطقه انتخابی، نه کار کلان کشوری. باید مهمانستان انجام بده. و خلاصه اونجا روسا برای کمک به محمد علی شاه و جلوی نفوذ مجلس رو به توپ بستن و
یا کار مثبت میتونه در نظر گرفته بشه. کلا مشروط ننگ بود برای ما و به معنی استیلا بود و افتخارم نداره هستم. بعد رسید به دوره پهلوی. روس ها نسبت به دوره پهلوی به شما بگم که کاگبه بسیار بیشتر به محمد رضا پهلوی کمک کرد تا سازمان سیا. اتفاقا برعکس، آمریکایی دیده متفاوتی داشتن نسبت به روسا نسبت به محمد رضا پهلوی. با این حال، با اینکه بارها محمد رضا پهلوی رو کمک کرده روسا و کاگبه، با این حال محمد رضا پهلوی بهشون اعتماد نداشت و میترسید و آخر قربانی همون ترس از کمونیست شد و شکست خورد. اما دوره پهلوی ایران میخواست زبان بزنه، غربش نداد، کشور آلمان هم خواست بده، آمریکا تهدید کرد نداد. چرا به نظر شما آمریکا نمیذاشت ایران زباهن داشته باشه؟ چون که زباهن یک صنعت استراتژیک برای ساخت قطعات نظامی هست و اونا نمیخواستن که ایران به کمک زباهن قطعات نظامی بسازه یا راه آهن بسازه. همیشه داد وارد میشد. یا اینکه آمریکا به ایران F-14 میداد و اسلحه میداد از روی دوست داشتن ایران نبود. ایران اینا برای بازار خرید بوده. ایران رو با من نمیخواستن ایران رو قدرتمند کنن. برعکس، فروش سلاح به معنی قدرتمند کردن ایران نبود، بلکه خلع اقتدار ایران بوده. یعنی اقتدار ایران رو میخواستن از ایران بگیرن. تازه هواپیما هم که به ایران میفروختن شرطش این بود که اجازه تعمیر و اوورهال ندارید. اگر کسی از ایرانی ها میرفت تعمیر میکرد یا اوورهال میکرد، داد که نظامیش میکردن. یعنی طوری هواپیما طوری بود که اگر روزی شاه اراده میکرد که بخواد بر ضد منافع اونو در منطقه استفاده کنه، از کار مینداختنش. از طریق دستکاری در کدها اونو اهمپاره میشد، هیچ فایده نداشت. اون هواپیمایی که شاه میخرید و سلاحی که میخرید نه برای اقتدار شاه، بلکه به شاه گران میفروختن، از شما مقصد استفاده کنن در جهت حفظ منافع خودشان. بارها گفتم که بزرگترین اشتباه شاه شرکت در جنگ ظفار بود ضد در حمایت از پادشاهی عمان و این اشتباه بود. به اتفاقا بعد اون موقع از ظفار حمایت میکرد، الان تو یمن به درد ما میخورد. و همینطور روسا چندین کودتا رو تشخیص دادن در دوره پهلوی به نفع شاه، به شاه گزارش میدادن. و اینطوری بود که همیشه هوای شاه هم داشتن، چون که نمیخواستن که ایران واقعا به طور کامل به سمت غرب بره. به ایران اسلحه هم میدادن، علاوه بر این که به ایران زباهن دادن، مثلا استویستا رو پدافند از دعوایی و اینا رو روسا داده بودن به ایران. و تا انقلاب که روسا با اینکه ما مکبر شوروی میگفتیم ولی اونا فرش میخوردن، ولی همچنان کمک میکردن. در جنگ ایران عراق اینطور نبود که شوروی به طور کامل از عراق حمایت کنه، بیشتر متعادل رفتار میکرد و اجازه هم نمیداد اگر یه روزی صدام میخواست وارد ایران بشه، اجازه نمیداد. روسا واسه مهم بود که ایران تعادل در ایران حفظ بشه و ایران پایگاهی ضد آمریکایی بشه. به هدفشون رسیدن و چقدر شخصیت جاسوس و اول انقلاب لو دادن، مثل این قطبزاده و خیلی جاسوس های دیگه و اینا رو که نفوذی بودن و یک کودتا رو به همین جمهوری اسلامی کمک کردن و همچنان کمک دارن میکنن. در مورد موشک ها قطعا به ایران در ساخت موشک‌ها کمک کردن، ساخت صنایع هواپیما، همه چی، همه چی. اونا که بچه های نظامی هستن میدونن که چقدر مدرس های روس، مهندسان روس تو صنایع نظامی بودن و خیلی از این بچه ها میرفتن روسیه دوره میدیدن. ولی یک روایتی از دست شهید غلامی که میگن که رفت روسیه موشک بگیره بهش نهادن، ناراحت شد، گفت ما خودمون میسازیم. اون روایت درست نیست، بلکه روسا آمدن ایران آموزش دادن و موشک ها درست کردن. همین موشک هوتو که همین سردار فدوی میگفت مثلا با کلک جنگی با کلک اتمی به ایران میخواستن بدن که اینو نگرفتن.
موشک های مثلا داره فروپاشی، بعد فروپاشی 2.5 میلیون دلار بوده، ما مثلا با 100 هزار دلار به ایران بدن. و از این مرام ها دارن، نه کشوره که مطمئن بشن بهش خیانت نمیکنه، هواشون رو دارن. تا ایران چون انگلوفیل ها خیلی قوی هن در ایران، ایران به سمت انگلوفیلیسم بیشتر گرایش داره به خاطر نفوذ یعنی بانک شانشای انگلیس ملعون و بانک مرکزی که گفتم. یک نمونه که انگلوفیل ها تو ایران قوی هن. همین که الان 5 تا شبکه 6 تا شبکه محاوره فارسی تو لندن زده، ایران داره برنامه میسازه، نشون میده چقدر انگلوفیلا قوی دارن. حالا اینکه تو نصف بدنه حکومت چقدر انگلوفیلا هستن بماند و همچنان فعال حکومت دست انگلوفیلا هست الان عملا در ایران. حالا رئیس جمهور هم که انگلیسی، خائن ملعون، خدا لعنتش کنه. اینطور روس ها خلاصه نسبت به ایران صنایع مادر دادن ولی غربی ها نمیدادن. روسا در مختدر کردن ایران هیچ ترس و نگرانی ندارن و بسیاری از موارد که الان ما اقتدار به دست آوردیم تحت آموزش های یعنی تکنولوژی میدن روسا، غربی اصلا نمیدن، تازه جنس بنجل هم میدن، قابل اعتماد هم نیست. روسا تکنولوژی میدن و خیلی از این پیشرفت ها که ما داریم در ساخت موشک ها و صنایع هوافضا و زیر دریای اینا، حتی اون هواپیما آنتونوف که می ساختیم که بعد همین جریان هاشمی چی ملعون آمدن متوقف کردن این تر رو، چون که سازمان هوافضا از نظر دولت هواپیمایی از نظر دولت بود دیگه، اونا ممنوع کردن و اجازه ندادن که بخش صنایع نظامی ایران هواپیما مسافر بری بسازه به بهانه‌ای واهی، به جای اینکه بگیرن که توسعه بدن حداقل اونو به هواپیما بالی تبدیلش بکنن، جلوی ساخت صنعت هواپیما رو گرفتن هاشمی چی های انگلوفیل و از این جهت نذاشتن که ما توسعه پیدا بکنیم در تکنولوژی رو بگیریم. حالا اینکه از روسیه خیلی میشه استفاده کرد همچنان و سفری هم که هاشمی رفسنجانی رفته بود به دستور امام به شوروی و این سرداران نظامی بودن، گورباچوف یه کاغذ سفید آورده گفت هر چی میخوایی روی این کاغذ بنویسید ما به شما میدیم. اون اصلا تعجب کرده بودن که اصلا آمادگی نداشتن که چی بخوان، تمام صنایع نظامی رو میخواستن به ایران بدن. و در روسیه هم البته ما جریان های مثل جریان اسالیون تو ایران داریم، یهود نفوذ زیاد داره در روسیه، مثل این مدودوف آمد و مجلسشون و اینا، اونا هم مانع از این می شدن که روس ها به ایران تکنولوژی بدن یا مثلا انرژی اتمی رو طولانی کردن. این رو به خاطر دلایل سیاسی، به خاطر نفوذ یهود در روسیه بالاست. اونجا هم تلاش کردن که بخش نظامی شو از بخش اون مجلس و دوما و اونا که یهودی ها نفوذ دارن وقتی اصلا جدا نگه دارن، کاری که الان ایران کرده بخش نظامی شو از دست انگلوفیلا تا حد امکان دور نگه داشته. و متاسفانه بخش مالی و صنعتی همچنان در ایران دست انگلوفیل هاست و صهیونیست ها و فریماسونر هاست. متاسفانه یک نمونه از این فریماسونر ها گفتم که نزد آزادی ملعون که اصلا نامش ترجمه کلمه فریماسونر هست، اینا اول انقلاب F14 رو میخواستم پس بدن که توی مستند جدیدی داره میاد از رهبری به نام در لباس سربازی که من تیزرش رو گذاشتم اونجا، جالبه شما میتونید که این مستند رو ببینید در اونجا ماجره پس دادن توسط نزد آزادی ملعون خائن ببینید. در کل روند اینه که ایران به سمت اقتدار نره و این وحشت داره، اما روسا در این قضیه وحشت ندارن. روسا به خیلی کمک کرده، به هندوستان مثلا بدون روسیه به هیچ وجه از نظر حافظا و سفینه و اینجور چیزا روش نمیکرد، همش از مدیون روسا هستن و به چینی هم کمک کردن. از تکنولوژی روسا واقعا خصیص نیستن و میدن، اما غربی ها برعکس جنسشون خرابه و دوستی با روسیه به نفع ایرانه. و مشکلاتی هم که بین ایران و روسیه هست نفوذ یهودی ها و انگلوفیلا در بدن حاکمیت هر دو کشور هست و همینطور عدم اعتماد روسا به ایران به خاطر اینکه گرایش های لیبرال و
انگلفول تو ایران خیلی قوی هم و همیشه میبینید که امثال ظریف و روحانی و اینا دور قاجار هم بودن دیگه، تو جنگ ایران روس هم بودن دیگه، این آشغال های بدن فروش تو سیستم همیشه هست. خلاصه اینکه که الان ایران و روسیه تو قضیه قفقاز میتونن که تاثیر بسیار مثبت داشته باشن، نه تنها قفقاز، در خیلی از جاها که در سوریه هم نشون داد تاثیرات بسیار مثبتی میتونن ایران، روسیه و به تبع چین بر دنیا داشته باشند و این تبلیغات وسیعی که ضد روس ها میشه بیشتر توسط همین جریان های انگلوفیله که میخوان که ایران به سمت روسان نره و دائم اون داغ قفقاز رو بزرگش میکنن، در حالی که خود انگلیس و انگلوفیل ها 6 برابر بیشتر از اونچه که باعث شد ما در جنگ های ایران روس دست بدیم انگلیس از ایران جدا کرد. پاینده باشید و بدرود.